ماهیان خاویاری از با ارزشترین آبزیان دریای خزر بوده، از سالیان گذشته ضمن اشتغال ساحل نشینان باعث کسب درآمد زیادی برای شیلات بوده است. اما روند کاهش صید به دلیل عوامل مختلف باعث شده است تا ذخایر این ماهیان با ارزش به شدت کاهش یابد. در دریای خزر 5 گونه از ماهیان خاویاری شامل فیل ماهی، ازنبرون، تاس ماهی ایرانی، تاس ماهی روسی، تاس ماهی شیب در دریای خزر زیست می نماید. ولی برای تخمریزی طبیعی به رودخانه اصلی منتهی به دریای خزر مهاجرت می نماید. میزان فراوانی و نحوه پراکنش هر یک از گونه ها بر حسب شرایط جغرافیایی و زیستی متفاوت است. تاس ماهی غالب و اصلی در آبهای کشور روسیه گونه تاس ماهی روسی یا چالباش و برای کشور قزاقستان گونه ازنبرون و برای جمهوری اسلامی ایران گونه تاس ماهی ایرانی یا قرهبرون می باشد. هر 5 گونه ماهی در خطر انقراض هستند. از جمله ماهی شیب از گونه هایی است که ذخایر آن در خطر تهدید به انقراض قرار گرفته و صادرات گوشت و خاویار آن از سال 2002 توسط 5 کشور حاشیه خزر ممنوع اعلام گردیده است. به علت وضعیت بحرانی ذخایر این گونه در کشورهای روسیه، آذربایجان و ترکمنستان، ماهی شیب در لیست کتاب قرمز قرار گرفته، ولی در رودخانه اورال تکثیر طبیعی صورت می‌گیرد. مهمترین ویژگی گونه‌های مناسب ماهیان خاویاری برای پرورش سرعت رشد مطلوب، مقاومت بیشتر در مقابل شرایط متراکم و نامساعد پرورشی، سازگاری با غذای کنسانتره، بلوغ جنسی کوتاه مدت، امکان تأمین بچه ماهی به تعداد مورد نیاز و فراهم بودن زمینه‌های فروش و صنایع تبدیلی می باشد. گونه‌های بومی دریای خزر مانند فیل ماهی، تاس ماهی ایرانی، ازنبرون، شیب و تاس ماهی روسی یا چالباش مناسب‌ترین ماهیان خاویاری بومی موجود برای تولید گوشت و خاویار پرورشی می باشند. از سوی دیگر گونه ازنبرون، تاس ماهی ایرانی و شیب به دلیل بلوغ جنسی سریع‌تر نسبت به فیل ماهی بهترین گزینه برای برگشت سرمایه تولید خاویار می باشند. صنعت آبزی پروری در کشور طی سالیان اخیر به عنوان یک فعالیت تولیدی مهم از اولویت خاصی برخوردار گردیده و در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای روند روبرشدی را طی نموده است. بهره‌گیری بهینه از منابع آب و خاک، افزایش سهم ماهی در سبد غذایی مردم، ایجاد اشتغال مولد و درآمد از جمله اهداف کلان توسعه و انتقال و بومی کردن تکنولوژی آبزی پروری در کشور است. با کاهش چشمگیر ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری در دریای خزر، دریای سیاه و آزوف، ضرورت توجه به پرورش این ماهیان در جهان افزایش یافته است. برای نخستین بار در کشور در سال 1369 شادروان دکتر یوسف پور در مجتمع بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی سد سنگر اقدام به پرورش فیل ماهی در حوضچه‌های بتونی نمود. از این سال به بعد فعالیت‌ها در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در مراکز بازسازی ذخایر استان‌های گیلان، مازندران و گلستان آغاز شد. به دنبال کسب نتایج مطلوب در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و پیرو مطالعات انجام شده توسط انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، احداث مزارع پرورش ماهی خاویاری در کشور رونق گرفت. برابر آمار موجود، همکنون 45 مزرعه در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در کشور مشغول به فعالیت می باشند.